بر اساس گزارش منتشر شده توسط رادیو مونته کارلو، پاپ ندیای وزیر جدید آموزش و پرورش فرانسه نسبت به افزایش استفاده از پوشش اسلامی در مدارس این کشور واکنش نشان داد. گزارشی که در رادیو مونته کارلو پخش شد، حاکی از آن است که وزیر جدید آموزش و پرورش فرانسه تصمیم دارد با تصویب قوانینی با رشد و افزایش استفاده از پوشش اسلامی در مدارس فرانسه مقابله کند. طبق این گزارش، پاپندیای در نشست خبری در پایان جلسه هیئت دولت گفت تحقیقات برای جمع‌آوری اطلاعات درباره افزایش استفاده از نمادهای اسلامی در مدارس به پدیده رو به رشد تبدیل شده و این مسئله نقض قانون سکولاریسم و بی‌طرفی نهادهای عمومی به شمار می‌آید. وی افزود این مسئله را با شهردارها بررسی می‌کنیم و پس از جمع‌آوری اطلاعات آن را در مقیاس ملی ارزیابی خواهیم کرد. پاپندیای در پایان گفت گزارش 12 صفحه‌ای پلیس نشان می‌دهد که تعدادی از دانش آموزان دختر از برداشتن روسری امتناع کردند. علی اکبری، اخبار شیعه. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه نگار ساکن فرانسه با ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت جناب عالی و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. ممنونم. آقای میردامادی، آیا در میزان استفاده از پوشش اسلامی در مدارس فرانسه توسط دختران افزایش حاصل شده؟ بله، به نظر می رسه که طی سالهای اخیر روند رو به افزایشی داشته استفاده از حجاب در بین به ویژه جوانان و نوجوانان هومن های شهرهای بزرگ در اروپا، به ویژه در فرانسه، و در بین خانواده های آفریقایی تبار نوجوانان به مسئله حجاب رو آوردن، به ویژه از ابعاد هویتی اون، و این در گزارشات پلیس و در گزارشات سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی هم کاملا مشخص هستش که جوانها و نوجوانها به دلایل هویتی و به دلایل شرعی و دینی، که حالا اینکه کدوم یکیش بیشتر هست محل پرسش پژوهشگران و مردم شناسان هستش، ولی مشخص هستش که این رو به افزایش است. بله، علت داغ شدن موضوع حجاب گاه و بیگاه در جامعه فرانسه چیست و چرا هر چند وقت یک بار این موضوع به بهانه های مختلف مطرح و بعدا فراموش میشه؟ مسئله حجاب در داخل جامعه فرانسه به ویژه در بین احزاب و جناح سیاسی تبدیل به یک ابزار زورآزمایی و گروکشی سیاسی هم شده. احزاب حاکم و احزاب اپوزیسیون تلاش میکنن هر کدوم از این ابزار سیاسی برای امتیازگیری و برای ترک کردن خودشون و در واقع ایجاد زمینه‌های برای پیروزی در انتخابات‌های آتیشون استفاده بکنن. از یک طرف در هومه‌های این مسئله در واقع موافقان و مخالفانی داره و احزاب چپ و کمونیست ها و سوسیالیست ها که در بین هومه های شهرهای بزرگ پایگاهی دارن تلاش میکنن که با تسهیل این مسئله در بین مسلمان ها و افریقایی تبارها و عرب تبارها ایجاد رأی و پایگاه رأی کنن برای خودشون، و متقابلا از اون طرف احزاب راست و راست افراطی تلاش میکنن که با حمله به مسئله حجاب و سایر نمادهای مسلمانی در مناطق خودشون کسب رأی کنن و تلاش کنن که این رو ابزار و پله و سکویی برای پیروزی در انتخابات خودشون قرار بدن. مسئله بسیار سیاسی است و مسئله مسلمان ها یه دستاویزی است برای احزاب سیاسی حاکم و اپوزیسیون در فرانسه. آقای میردامادی، با شکست جریان راست افراطی و اسلام هراسان در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس فرانسه، آیا تغییری در وضع زیست مسلمانان فرانسه حاصل میشه؟ به نظر نمیرسه تغییری حاصل بشه. هم احزاب راست افراطی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در قالب نامزد راست افراطی خانم مارین لوپن و آقای اریک زمور شکست خوردن
و هم در انتخابات مجلس که امروز مرحله دومش رو شاهد هستیم و هفته قبل مرحله اولش بود و باز هم اونها شکست خوردن و احزاب حاکم در واقع حزب نزدیک به آقای مکرون پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و تا حدودی هم پیروز انتخابات مجلس شد و ائتلاف چپ در واقع در مقام دوم قرار گرفت و موفقیت‌های نسبی به دست آورد ولی اونها هم نتونستن اکثریت به دست بیاورن. مجموعاً به نظر میرسه که تغییری در این زمینه رخ نخواهد داشت و اون خانشی از لایسیته فرانسوی که به عنوان همیشه یک چماقی بر سر مسلمان‌ها و فعالیت‌های اسلامی در فرانسه بوده همچنان در دست پیروز انتخابات که آقای مکرون هست و او با تعابیری مثل جدایی طلبان مسلمان از یک طرف با مراکز اسلامی که تحت حمایت و نفوذ عربستان سعودی و امارات هستند نوعی تعامل میکنه به دلیل اینکه معاملات و بدبستانهای اقتصادی با عربستان و امارات داره و از یک طرف میخواد جلوی اونها رو بگیره و اونها رو محدود کنه که بتونه پایگاه رأی خودش رو در بین قشر متوسط، طبقه متوسط جامعه فرانسه و راست افراطی هم تضمین بکنه. تغییر محسوسی ایجاد نخواهد شد، همچنان به عنوان یه ابزار سیاسی مطرح خواهد بود و شاید هم شرایط سخت‌تر هم بشود. ممنونم. سراج‌الدین میردامادی از فرانسه با ما بودند.